به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تازه مارشال دوستم میگوید ریاست جمهوری اجازه حمله را بالای طالبان برای ما نداد، ولی ما مجبور هستیم همراه مردم خود بدون امر ریاست جمهوری دست به کار شویم و از ملت و خاک خود دفاع کنیم. مردمم نگران نباشد، من تا که زنده هستم در کنار شما و ملتم خواهم بود و هستم و به هیچ کس اجازه نمیدهم که به خانه هایتان حمله کند. سیام نایاب روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید باید به ملا برادر فهمانده شود که تن به آتش بستهد و از حسن نیت صلح استفاده سو نکند. اگر این حسن نیت نیست، نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور بساط ترورستان را بر میچینند. فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است خشم استاد عطا محمد نور بالای امرالله صالح. اگر وضعیت فعالیت های امرالله صالح این گونه ادامه پیدا کند، با تمام مجاهدین هم دست شده و بر علیه وی استاد می شویم. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است با عرض سلام، اصلا خود مردم مقصرند. در کشور ما هر حادثه ای که رخ میدهد معلوم نیست که کی ملامت است و کی سلامت. مسئولین از عدم همکاری و حمایت مردم شکایت دارند. مردم از بیکفایتی و بیپروایی مسئولان داد و فریاد دارند. به این ارتباط یک داستان به یادم آمد. خر یک شخص را شب از طویله دوست برد. صبح که شد صاحب خر فریاد زد. اهالی قریه همه خبر شدند و گرد آمدند. یکی گفت تقصیر معمار است که دیوار را کوتاه ساخته است تا دوست براحتی بالا شود. دیگری گفت مقصر نجار است که دروازه طویله را محکم نساخته بود. یکی دیگر گفت تقصیر قفل ساز است که قفل ضعیفی ساخته است. نفر بعدی گفت مقصر خود خر است که سر و صدا نکرد تا صاحبش خبر شود. یکی گفت مقصر صاحب خر است، باید روزها می خوابید، شبها می رفت پیش علاقش و بیدار می ماند. خلاصه همه مقصر بودند بجز آقای دوست. حالا شده حکایت ما که هرچی می شود مردم مقصرند. رولاغنی خانم اشرف غنی میگوید صلح به نفع همه است، چنانچه در قرآن آمده در صلح خیر است. مطلب از صفحه فیسبوک مسلم شیرزاد. افغانستان آنلاین یا خبر تازه روی صفحه فیسبوکش نگاشته است میرویس مشهور به میرویس ده افغانان در عین چپاول بازداشت شد. میرویس 22 ساله که اصلا ترکوری فروشی داشته ساعت 6 صبح امروز در پس کوچه های باغ خان دشت برچی با حمله توسط چاقو سه تن را که محصل بوده مورد چپاول قرار داده، موبایلشان را گرفته و در عین فرار توسط پلیس حوزه 13 با اموال سرقت شده بازداشت و موبایل های به دست آمده به مالکین آن تسلیم داده شد. حمید رضایی کوی. یونیسف 2 میلیارد دوز واکسین کرونا به کشورهای مانند یمن و افغانستان ارسال می کند. یونیسف 2 میلیارد دوز واکسین به کشورهای در حال توسعه می فرستد. آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف روز دوشنبه 23 نوامبر اعلام کرد که در یک ماموریت بزرگ حدود 2 میلیارد دوز از واکسین کووید 19 را در سال 21 به کشورهای در حال توسعه ارسال می کند. یونیسف گفت که با 350 شرکت هواپیمایی
و شرکت های رای آهن برای تحویل واکسن و 1 میلیارد سرنگ همراهی می کند. تا طرح کواکس که یک برنامه جهانی تخصیص واکسن به کشورهای فقیر مانند بروندی، افغانستان و یمن است با همکاری سازمان جهانی بهداشت اجرا شود. اتلوا کادلی مدیر بخش تامین یونسف در بیانیه های گفت این همکاری ارزشمند راه درازی را پیش رو دارد تا این اطمینان حاصل شود که طرف های حمل و نقل برای عملیات بزرگ و تاریخی کفایت کند. هدف کواکس این است که دولت ها را از احتکار واکسن منصرف کرده و تمرکز خود را روی واکسیناسیون کشورها قرار دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در نشست آخر هفته گروه 20 رهبران 20 اقتصاد بزرگ دنیا متعهد شدند که نسبت به توزیع عادلانه واکسن، داروها و آزمایش‌های کووید 19 اطمینان حاصل کنند تا کشورهای فقیرتر در واکسیناسیون مورد تبعیض قرار نگیرند. امید دانشمندان به تاثیر واکسن آکسفورد در محافظت از سالمندان در برابر کرونا، واکسن بایونتک فایزر آماده توزیع می شود. اتحادیه اروپا ماه دسامبر برای عرضه تجاری چراغ سبز می دهد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، حتی پیش از شیوع همگیری کرونا، دسترسی به انواع واکسن ها برای 20 میلیون نوزاد و کودک امکان پذیر نبود تا آنها را از بیماری های جدی مرگ معلولیت نجات دهد. طبق گزارش رویترز، نقش یونسف در برنامه کواکس از آن جهت اهمیت دارد که بزرگترین خریدار واکسن در جهان است. این سازمان میگوید که سالانه بیش از 2 میلیارد دوز را برای ایمنسازی معمول و پاسخ به شیوع بیماری به نمایندگی از 100 کشور تهیه می کند. تولید کنندگان دارو و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان در حال تولید واکسن کووید 19 هستند و آزمایش های نهایی واکسن های مختلف در حال حاضر روی ده هزار داوطلب انجام می شود. شرکت های داروسازی فایزر و بایونتک نیز می توانند مجوز استفاده اضطراری ایالات متحده آمریکا و اروپا را برای واکسن خود که طبق ادعای آنها در پیشگیری از کرونا تا 90% موفقیت آمیز بوده است بگیرند. شرکت های مدرنا نیز هفته پیش اعلام کرد که داده های اولی از واکسن این شرکت نیز اثر بخشی حدود 95% را تایید می کند. تشکر از توجهتون. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو سرفراز باشید.